ده شب در تهران و 1:30 ظهر اینجا در واشنگتن دی سی سر خط خبرها. زنان اما در تمام این سالها مقاومت کردند با تظاهرات. تجمع اعتراضی ایرانیان در فرانکفورت. حامد اسماعیلیون گفته حکومت مدارس کشور رو به محل آزمایش مواد شیمیایی تبدیل کرده. ادامه حملات شیمیایی به مراکز آموزشی دخترانه در خوزستان و گیلان. همزمان در 70 شهر جهان در محکومیت این حملات ایرانیان تجمع کردند. و بازتاب توافق تهران و ریاض در پکن. جهان به شکست شدن بن‌بست روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی واکنش نشان داد. سلام و وقت بخیر. حامد اسماعیلیون فعال حقوق بشر در گردهمایی اعتراضی امروز در فرانکفورت آلمان بار دیگه درخواست برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو تکرار کرد. او در بخش دیگری از سخنانش گفته زیر سایه جمهوری اسلامی مدارس کشور به جایی برای آزمایش سلاح‌های شیمیایی حکومت تبدیل شده. مدرسه که باید ایمن‌ترین مکان برای کودکان و نوجوانان باشد، زیر سایه جمهوری اسلامی در ایران مبدل به مکانی برای ترس و دلهره شده است. مکانی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی. بچه‌ها مسموم می‌شوند، به نفس تنگی می‌افتند، مضطرب و بی‌حال می‌شوند و مادران هر بار با دیدن بیماری فرزندانشان می‌میرند. 3 روز پیش روز زن بود، روز جهانی زن. در 44 سال گذشته و از 8 مارس 1357 آنچه دیده ایم ستیزه ایدئولوژی متحجر جمهوری اسلامی با زنان بوده است. زنان اما در تمام این سالها مقاومت کردند، با تظاهرات، با کارزار جمع‌آوری امضا، با جنگیدن در دادگاه‌ها، با روبرو شدن با مأمورین حجاب، با تمرد کردن، با برداشتن روسری‌ها. زنان، دختران، مادران. در 5 ماه گذشته دختران جنگیدند، زنان جنگیدند، مادران جنگیدند. 44 سال است که می جنگند. این مبارزه را انتهایی نیست تا مگر مردان ستمگر از تخت قدرت به پایین بغلطند. جهان 44 سال است چشم بر این مظالم بسته است. چشم بر کشته شدن هر روزه مبارزان به ویژه زنان بسته است. چشم بر حملات شیمیایی به مدارس بسته است. جهان از فهم این واقعیت عاجز است که انتقام گیری جمهوری اسلامی از دختران میتواند به همین هولناکی باشد که میبینید. احتمالاً پشت سر حامد اسماعیلیون دیدید دانیال ایلخانی پور نماینده ایرانی تبار در پارلمان محلی هامبورگ هم حضور داشت که در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بود. و به خبرنگار محمد صمدی درباره تلاش‌های ایرانیان خارج از کشور برای همراه کردن کشورهای اروپایی گفت. ببینیم به غیر از تعداد مردمی که تو خیابون داریم، تظاهرات که اثر داره، ما الان مجلس اروپا طرفدار ما هستش، ولی باز هنوز این راه طولانی هستش، چون که RGC به تروریست اصلش انقدر قدم بزرگیه، چون که رابطه با جمهوری اسلامی و اروپا دیگه قطع میشه. واسه همین اینا هنوز اینو نمیخوام بدن، یه پاشون یه ترمزه، در حقیقت دو دوزن بازی میکنن، سعی میکنن سب بکنن. ما باید نشون بدیم که ما ولکن نیستیم، ادامه میدیم. لوبیستای جمهوری اسلامی 44 سال دارن به نمایندای مجلس اروپا هم به دولت ها میگن بعد از یه مدت ما اختلاف بینمون راه میفته، ما نفس درازی نداریم، ول میکنیم. ما باید ثابت بکنیم که اینطوری نیست. اگر این فشار رو ادامه بدیم، هم همراهی کنیم با گروه‌های دیگه که ایرانی نیستن، همراهی بکنن تو آلمان، تو فرانسه، تو کشورهای دیگه، به موفق میشیم. فقط این قدم رو باید بذاریم، یعنی کاری که تو این 6 ماه کردیم اضافه تر بذاریم که موفق بشیم، که مطمئنم که میشیم. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک با مصاحبه محمدی. در اوج اعتراضات هم کار ساده ای نبود راضی کردن همه طرفای غربی. فکر میکنید چقدر کنشگران ایرانی الان کار دشوارتری دارن و
برای متقاعد کردن طرفهای غربی برای اقداماتی مثل تروریستی خواندن سپاه پاسداران؟ یک نوع صعود به قله هست، خیلی کار دشواری است، موانع جدی و چالش‌های جدی در برابرش وجود داره، اما من معتقد هستم که با سه رهیافت کسانی که این مسیر رو دارن دنبال میکنن میتونن فائق بیان بر مشکلات. رهیافت اول این هست که در کنار بحث حقوق بشر، که در واقع تأکیدش این هست که برای ما کاری بکنید، برای ما در کنار رهیافت حقوق بشر باید رفت سراغ مقامات امنیتی اروپا و باید به اونها به درستی نشون داد که امروز جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران یک خطر امنیتی برای اروپا هستند. ماجرای اوکراین هم این مسئله رو خیلی ساده میکنه، مسائل تاریخی هم این مسئله رو ساده میکنه. میشود به اینها گفت که محمد رضا شاه پهلوی در دو سال آخر تلاشش بر این بود که با اسلامگرایان، با این تروریستای اسلامی کنار بیاد، به اونها عقب، در برابر اونها عقب نشینی کنه، به اونها باج بده، اما هیچ کدوم از اینها مؤثر واقع نشد و رژیم سقوط کرد. اینها باید منتظر فرود آمدن موشک‌های سپاه پاسداران به پاریس و لندن و روم باشند اگر اقدامی انجام ندن. رهیافت دوم این هست که به جای تحریم گروهبان قندلی ها، فلان فرمانده، فلان رئیس پاسگاه در فلان استان، که اگر من حساب کردم اگر قرار باشه که حدود 200,000 مقام جمهوری اسلامی برای با این شکل تحریم های هوشمند، که اصولا هوشمند نیست، اینها تحریم بشن 400 سال طول میکشه، حتی اگر این مقامات عمر نوح داشته باشن، باید اروپا، امریکا اگر واقعا میخواهند با تهدیدهای جمهوری اسلامی مقابله کنند، باید کلیت نظام رو مورد تحریم و انزوا قرار بدن. و مسئله سوم هم بحث مداخله هست، که این یک نوع گفتمانی بوده که لابی جمهوری اسلامی به راه انداخته. باید به اینها گفت که امروز ارسال موتور هواپیماهای پهباد توسط شرکت‌های اتریشی یا قطعات دیگری که به ایران فرستاده میشه، چون جمهوری اسلامی ساختار صنعتی برای تولید سلاح نداره، اینها مهندسی معکوس میکنند، تا زمانی که این سلاح‌ها فرستاده میشه اینهاست که مداخله هست. عدم کمک به جمهوری اسلامی و ایستادن در کنار مخالفان، این مداخله نیست، مداخله این هست که به بقای رژیم اینها کمک میکنند. میبینید همچین روی کردی رو در بین سیاستمداران اروپایی؟ منظورم فقط در پارلمان نیست، میدونم در پارلمان اروپا هستند کسانی که دارن حمایت میکنن از معترضان، ولی در بخشای تصمیم گیرنده دولت‌های اروپایی میبینید همچین عزمی رو؟ فعلا من این عزم رو نمیبینم، چون اونها به منافع کوتاه مدتشون نگاه میکنند، به مسائلی که در میان مدت و در دراز مدت در برابرشون هست به اونها نگاه نمی کنن. اونها به سخنان فرماندهان سپاه، به سخنان آقای خامنه ای که می خواهد رهبری کل دنیا رو در دست بگیره، یا فرماندهان سپاه که شهرهای اروپایی رو تهدید می کنند به روشنی، به اونها توجه نمی کنند. می شود با گفتگوی مداوم، این که آقای ایلخانی می فرمودن که باید ادامه دادیم داستان رو، این هست که مؤثر واقع خواهد شد. با گفتگوی مداوم اونها رو باید در برابر واقعیات رژیمی که امروز در ایران هست گذاشت و چشمشون رو در برابر این واقعیات باز کرد که با چه هیولایی طرف هستند. ممنونم از شما. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. شماری از ایرانیان مقیم مونیخ آلمان، کوپنهاگ دانمارک و سیدنی استرالیا با هدف محکوم کردن مسموم‌سازی دختران در مدارس در شهر مونیخ زنجیره انسانی تشکیل دادند. معترضان تصاویر کشته شدگان و زندانیان را در دست داشتند.
شنبه 11 مارس 2023، کوپنهاگ دانمارک. همینطور که میبینید هم میهنانمون با آوردن این پلاکارت ها و زدن ماسک هایی که بیانگر حملات شیمیایی دیکتاتوری اسلامی بر علیه مردم خودش هست، میخوان این پیام رو به تمام اروپا برسونن که دیکتاتوری که به مردم خودش هیچ رحمی نمی کنه، مطمئن باشید فردا روزی که دستش به سلاح اتمی برسه به هیچ یک از مردم جهان رحم نخواهد کرد. اگر کشوری مایل هستش که در صلح و آرامش زندگی بکنه، باید همراه ما مردم ایران بشه و باید در کنار ما این دیکتاتوری رو ساقط کنه به امید پیروزی. ایرانیان ساکن واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نیویورک و 13 نقطه دیگر آمریکا این شنبه همسو با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس ایران تجمع کردند. همزمان راهپیمایی بزرگ زنان برای ایران در دو شهر بزرگ آمریکا، اینجا در واشنگتن دی سی و همینطور نیویورک برگزار میشه. همکارم مریم رحمتی از نیویورک قرار هستش که تا لحظات دیگر به ما بپیونده تا ارتباطمون برقرار بشه. نیلوفر رستمی رو داریم از واشنگتن دی سی. نیلوفر، اونجا چه خبره؟ چه داره میگذره؟ نیلوفر، اگه صدای من رو میشنوی دارم میپرسم که اونجا چه اتفاقی داره میفته. فکر نمی کنم که ارتباطمون برقرار باشه، نه با نیلوفر و نه با همکار دیگرم مریم. سعی می کنیم در ادامه برنامه به هر دوی اونها دوباره برسیم. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شده که کمتر از 10% دانش آموزان مسموم شده یک ماده محرک استنشاق کردن. همزمان مسموم سازی های گسترده دانش آموزان روز شنبه 20 اسفند در استان های خوزستان و گیلان هم تکرار شده. در تازه ترین مورد، گزارش ها از مسمومیت دانش آموزان مدرسه دخترانه صدیقه کبری در آبادان هم منتشر شده. این حملات که از حدود 3 ماه پیش شروع شد تا حالا دست کم 5000 دانش آموز رو در بیش از 25 استان مسموم کرده. ساعت 12 است. میشه 12 تسلیم کردن. همه بچه خودش رو ریختن بیرون. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران درباره وارد کردن اتهام ناامنسازی روانی به فعالان مدنی از سوی رسانه‌های حکومتی گفته که نهادهای امنیتی در حال پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی‌اند. محمد حبیبی در واکنش به گزارش سایت امنیتی مشرق درباره ناامنسازی روانی جامعه به وسیله فعالان صنفی بعد از معصوم‌سازی دانش آموزان نوشته که نهادهای امنیتی قصد دارند برای فعالان صنفی و مدنی پرونده‌های جدید بسازند. او در اینستاگرامش نوشته اتاق فکر نهادهای امنیتی در حال فرافکنی مسئولیت خود در موضوع مسمومیت دانش آموزان و پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی و مدنی. دکتر حبیب هیبر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، گزارش‌ها درباره مسموم‌سازی دانش آموزان در یکی از دبیرستان‌های باغ ملک خوزستان را تایید کرده. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که تعدادی از دانش آموزان در یکی از مدارس باغ ملک و دبیرستان ستایش و کوثر در محله‌های پردیس اهواز هدف حمله شیمیایی قرار گرفته و مسموم شدند. اینجا اهواز، پردیس، دبیرستان کوثر و ستایش مسموم کردن. طبق معمول همیشه نیا.
دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در بیانیه علیه حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر نوشتن حریم دانشگاه و مدرسه با ورود ماموران امنیتی شکسته شده. این بیانیه اضافه کرده بررسی مصمومیت گروه عظیمی از دانش آموزان دختر مثل سایر بلاهای اقتصادی و اجتماعی کشورمون توسط تصمیم گیران نالایق همواره از امروز به فردا واگذار شده. شبنم آذر همکارم از لندن با ماست. شبنم، امروز حملات شیمیایی در کدام شهرها بوده؟ بله، امروز در شهرهای زیادی اتفاق افتاده، بیش از 11 مدرسه تا جایی که ما گزارش داشتیم، از جمله در اهواز، باغ‌ملک، آبادان، سنندج و چند شهر دیگه، و تعدادی از دانش آموزا بیمار شدن، وضعیت جسمی بدی پیدا کردن، از تنفسی به شدت مشکل داشتن و اونها رو منتقل کردن به مراکز درمانی. اما نکته مهم و تازه ترین خبرها رو فردا اگر بخوام بگم اینه که وزارت کشور یک بیانیه‌ای داده، این چهارمین بیانیه‌اش رو در این رابطه و همین ساعتی پیش منتشر شده. در این بیانیه گفته که در 11 استان ایران 100 نفر رو دستگیر کرده. در آخرین گزارش که داده گفته که در تهران، قم، زنجان، همدان، خوزستان، در فارس، گیلان، آذربایجان‌های غربی و شرقی و کردستان و خراسان رضوی این افراد بازداشت شدن. اینا شهرهایی که ما می‌دونیم برش در واقع این اتفاق افتاده بود و حمله شیمیایی به مدارس بارها اتفاق افتاده، و گفته 100 نفر رو دستگیر کرده که این کسانی که بازداشت کرده رو به دو گروه تقسیم کرده. گروه اول دانش آموزان هستن و گفته که دانش آموزان برای شیطنت، برای اینکه کلاس ها رو تعطیل بکنن این شیطنت رو میکردن، و گروه دوم رو کسانی که مثل همیشه همون اظهارات همیشگی و نخنمای خودشون که اینها معاند بودن و احتمالاً با گروه مجاهدین در ارتباط بودن. در گزارش دیگه‌ای که امروز از مجلس داشتیم، یکی از نمایندگان مجلس آقای مهدی سعادتی که عضو کمیسیون امنیت ملی ایران، مجلس ایران هست، گفته که از این بازداشت شدگان عده با سلطنت طلب ها در ارتباط هستن، عده تجزیه طلب هستن، و خلاصه همه این انتصابات رو زده بود به افرادی که در واقع در این حمله های شیمیایی دست داشتن. طبعا همون روند همیشگی که هیچ نهاد امنیتی نبوده و اصلا از طرف جمهوری اسلامی نبوده و همه چیز از خارج از ایران برنامه‌ریزی شده. ما یه اعتراف اجباری هم داشتیم که در فارس منتشر کرد، ویدئویی از چند دانش آموز که در واقع در اون ویدئو ناچار شده بودن اعتراف کنن علیه خودشون و بگن که با همکاری پدری که از دانش آموزا مدارس رو چند مدرسه رو در واقع در لارستان مسموم کرده بودن. به هر حال واکنش ها همچنان ادامه داره، اما واقعیت ماجرا اینه که هیچ کدوم از این واکنش ها شفاف نیست، یک سری کلیگوییه. هنوز کسی نمیدونه که چه تعداد دانش آموز درگیر این ماجرا شدن، اصلا این ماده چه ماده است، هنوز کسی نمیدونه. همین امروز باز اعلام کرده بودن که این صرفا یک ماده محرکه. در واقع ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه دوباره بیانیه داده بود که این ماده محرکه و در واقع اصلا هیچ ماده خطرناک شیمیایی نبوده. این در حالی که ما میدونیم هنوز دانش آموزانی هستن که بعد از مدت ها که مسموم شدن هنوز مشکل در راه رفتن دارن، هنوز دارو تزریق میکنن و بعدا هنوز در بیمارستان هستن. و همه این گزارش های ناشفاف در نهایت نمیتونه که افکار عمومی رو مجاب کنه و هنوز خانواده ها مستعصلن که آیا باید بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن و یا نه. به واکنش‌ها کوتاه اشاره کردی، میتونی تعداد بیشتری رو به ما بگی که چه میگن؟ بله، ببینید، ما یه گزارش اختصاصی داریم در این زمینه که این هم اتفاقا الان وقت خوبی که راجبش صحبت کنیم. در مسجد سلیمان یه گزارش اختصاصی داریم از فردی که در که اعلام کرده در نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه به مدارس میرن، جلسات اضطراری با مدیران و کادر مدرسه میذارن. در این جلسات اضطراری تهدید میشن رسما معلم‌ها به اگر اعتراض کنن، اگر اعتراض کنن به آنچه که اینا میخوان، تهدید میشن که به حراست معرفی خواهند شد. حالا خواسته اینها چیه؟ میگن که شما باید در کلاس های درس کاملا فضا رو عادی سازی کنید و اگه دانش آموزان از شما میپرسن بگید که اطلاعی نداریم و یا یک اتفاقی که در اثر استرس ایجاد میشه و اصلا چنین چیزی نیست، یا انکار کنید.
طبعا معلم ها زیر بار نمیرن و اعتراض میکنن. در پی همین اعتراض الان چند تا از معلمان به حراست معرفی شدن و خب این در شرایطی که در همین شهر اعلام کردن خیلی از خانواده‌ها که بچه‌هاشون رو به مدرسه نمیفرستن. گزارش های اختصاصی دیگه از شهرهای دیگه هم داریم، به خصوص از شهر یزد که همین چند روز پیش اونجا حمله شیمیایی شده بود که در اونجا هم خانواده‌ها خیلی هاشون جلوی مدرسه رفتن بچه‌ها رو گرفتن. و نکته جالب اینه که در همین جلساتی که وزارت اطلاعات و سپاه با کادر مدرسه میذاره گفتن که اجازه ندارن نه بچه‌ها و نه معلمان و کادر مدرسه تا 28 اسفند غیبت کنن و همه باید سر کلاس ها حاضر بشن. در واقع همه راه ها رو به روی کسانی که میخوان جان خودشون و بچه هاشون رو حفظ کنن و دانش آموزان رو حفظ کنن میبندن. ممنونم از تو شبنم آذر، همکارم از لندن. خب برگردیم به خبری که کمی پیشتر بهتون گفتم. اینجا در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا ایرانیان و همچنین در چند شهر دیگه از جمله نیویورک و 13 نقطه دیگر اینجا در ایالات متحده این شنبه همسو با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس عموماً دخترانه در ایران تجمع کردند. همزمان راهپیمایی بزرگ زنان برای ایران در دو شهر بزرگ آمریکا، یکی اینجا در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی و دیگری در نیویورک برگزار میشه. ارتباطمون حالا برقرار شده با همکارانم مریم رحمتی در نیویورک و نیلوفر رستمی در واشنگتن دی سی. با مریم شروع میکنم، در نیویورک چه خبر مریم؟ فرداد، خب تعداد زیادی از ایرانیان مقیم نیویورک اینجا در مرکز منهتن در چند قدمی دفتر شهردار و مقابل دادگاه عالی این ایالت جمع شدن و شعار زن زندگی آزادی سر دادن و همچنین محکوم کردن مسموم سازی دانش آموزان در مدارس ایران رو. یکی از مهمترین شعارهایی که اینجا سر داده شد فرداد این بود که مدرسه میدان جنگ نیست و جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر این رفتار خشونت آمیز خودش رو در قبال زنان ایران متوقف بکنه. موضوع دیگری که در این تجمع که حالا می‌بینی به پایان رسیده و معترضین این مکان رو ترک کردن، موضوع توافقنامه‌ای بود که بین عربستان و جمهوری اسلامی ایران به میانجیگری چین امضا شد. معترضین انتقاد کردن از این توافقنامه و انتقادشون بیشتر متوجه آمریکا بود که آمریکا خاورمیانه رو به چین سپرده و این میتونه به ضرر مردم ایران و مردم منطقه باشه. همچنین انتقاد شد از این کشورها که در کنار مردم ایران نایستادند. در کل معترضین اینجا خواهان حمایت کشورهای دموکراتیک از مردم آزادیخواه ایران شدند، از جنبش مهسا امینی، از انقلاب زن زندگی آزادی و گفتند که مردم ایران خواستار گذر از حکومت جمهوری اسلامی هستند و این کشورهای دموکراتیک باید در کنار مردم بایستند. از جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها رو متوقف بکنه، بازداشت‌های خودسرانه و زندانی کردن خبرنگاران و همچنین هنرمندان و معترضینی که در چند ماه گذشته مردان بتونیم بگیم که همواره ادامه داشته. موضوع دیگری که اینجا عنوان شد این بود که در چندمین شنبه هست که اینجا مردم در سراسر آمریکا جمع میشن تا در کنار مردم ایران بایستند و این حمایت‌های خارج از کشور ادامه پیدا خواهد کرد و این حمایت میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه اطلاع رسانی رو بیشتر بکنه و میتونه مردم خارج رو با مردم ایران یکی بکنه. نمایندگانی بودن اینجا از کلن جامعه اوکراینی و آمریکایی که در کنار معترضین ایرانی ایستادن و حمایت کردن از جنبش مهسا امینی، انقلاب ژینا و گفتند که این کشورها در کنار زنان ایران خواهند ایستاد. فرداد، اجازه بدید برم به سراغ همکار دیگرم نیلوفر رستمی، همینجا در واشنگتن دی سی. نیلوفر، اینجا در واشنگتن چه خبره؟ الان ما اینجا در میدان آزادی شهر هستیم، در واقع 10 دقیقه مونده به اینکه اعتراضات رسما شروع بشه. به وقت 2 عصر اینجا جمعیت خب آروم آروم دارن اضافه میشن، همینطور که تو گفتی این هفته در واقع شنبه اعتراضی ایرانیان
پایتخت آمریکا هم همسو هستش با فراخوانی که انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی برای حملات شیمیایی در مدارس دخترانه دادن. همینطور در واقع بر اساس فراخوان‌هایی که از هفته‌های پیش صادر شده 15 ایالت بزرگ آمریکا که هر کدوم از اینا جمعیت ایرانی زیادی رو در خودش جای داده، از جمله واشنگتن دی سی، قرار شده که امروز و فردا اعتراضاتی رو داشته باشن. دی سی امروز هستش، در واقع مارش بزرگی هستش برای زنان ایران هستش، برای آنچه که داره در ایران علیه زنان ایرانی اتفاق میفته، نقض حقوق بشری که در رابطه با زنان و دختران ایرانی داره اتفاق میفته. الان پشت من رو دارید میبینید عکسای از کشته شدگان، بازداشتی ها، هنرمندان بازداشتی رو گذاشتن. تا دقایق دیگه قراره که بازیگران و هنرمندان ایرانی اینجا جمع بشن و غیر ایرانی همینطور. چیزی که قرار شده که امروز اتفاق بیفته به مناسبت اینکه این راه به مایه بزرگ هستش برای زنان ایران، تمام سخنران ها قراره که زن باشن، حالا یا پیام ویدیویی میفرستن یا خودشون اینجا حضور دارن. لادن بازرگان از مادران دادخواه قراره که اینجا بیاد صحبت کنه. دختر شارمهد، جمشید شارمهد، زندانی محکوم به اعدام، پیام ویدیویی رو فرستاده. همینطور جولیا هارت، بازیگر و کارگردان آمریکایی اینجا هستش، قراره تا ساعت دیگه بیاد و اینجا سخنرانی داشته باشه. قراره که هم ایرانی ها و هم غیر ایرانی ها اینجا حضور داشته باشن. الان اگر وقت هست کنار من خانم سپیده حضور دارن. سپیده جان، الان تقریبا 25 هفته هستش که از اعتراضات، از شنبه های اعتراضی در واشنگتن دی سی میگذره و تو بیشتر هفته ها اینجا بودی. خیلی ها فکر میکنن که دیگه تأثیری نداره این اعتراضات هفتگی. تو چه فکری میکنی و اساسا انگیزت برای اینکه هر هفته بیای اینجا چه هست؟ ما صدای مردم ایران خارج از ایران هستیم و وقتی که دور هم جمع میشیم هم بستگی برای خودمون هست و همچنین به دولت‌های خارجی، حالا در اینجا مخصوصا تو پایتخت آمریکا، نشون میدیم که ما همچنان هستیم. انقلاب مردم ایران همچنان ادامه داره تا پیروزی. این نه تنها فشار به دولت‌های خارجی میاره، بلکه که باعث میشه که مردم ایران هم به انگیزه داشته باشن و بتونن ادامه بدن به ایران. و این هفته اولین سالی هستش که در واقع این اعتراضات هفتگی مصادف شده با روز زن و ما خیلی خوشحالیم که همه اینجا دور هم هست. مرسی سپیده، مرسی از سپیده. تا دقایق دیگه به صورت رسمی این اعتراضات اینجا شروع میشه و ما همچنان با تو خواهیم بود فردا. ممنونم از تو این رفر رستمی همکارم در واشنگتن دی سی و مریم رحمتی از نیویورک. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان در تلاشند تا به جامعه جهانی این پیام رو برسونند که اگرچه شعله اعتراضات خیابانی در ایران کم رنگ به نظر میرسه، اما جنبش زنان ایران به شیوه‌های دیگری در جریان. جامعه مدنی ایتالیا هم در همین راستا تلاش‌هایی داشته، از جمله در شهر ونیز که میزبان گردهمایی عدالت بدون حجاب با حضور بیتا ملکوتی شاعر بوده. کیمیا قربانی گزارش میده. فونداسیون ونیز که یک نهاد فرهنگی و هنری در قلب شهر ونیز است، کنفرانسی تحت عنوان عدالت بدون حجاب برگزار کرده است. در این نشست ایران از دریچه دگراندیشی دیده و روایت می شود. بیتا ملکوتی، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، به عنوان سخنران به این نشست دعوت شده بود. نشستی که ادبیات، شعر و اخبار را در هم می‌آمیزد. فرصتی مهم برای تأمل در اعتراضات چشمگیری که هنوز در ایران جریان دارد. مدیر فونداسیون ونیز نیز در این همایش سخنرانی کرد و از نقش مهم مردان و مبارزه آنها برای احقاق حقوق زنان سخن گفت.
A nome di tutta la fondazione sono particolarmente onorato di avere questa sera Vita Malakuti. من افتخار اینو دارم که به نمایندگی از اعضای بنیاد در کنار بیتا ملکوتی در این کنفرانس شرکت کنم. حضور او افتخار بزرگی برای بنیاد ما خواهد بود. ما اینجا هستیم که بگوییم چراغ انقلاب زنان ایران خاموش نشده. اینجا هستیم تا بفهمیم که چگونه می توانیم به شهروندان ایران که خواهان دموکراسی و برابری هستند کمک کنیم. ما در کنار مردم ایران و انقلاب مترقی آنها هستیم. تبعید داوطلبانه در برابر نقض مداوم حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق زنان که سالهای زیادی است در ایران اتفاق می‌افتد، از کلیدی ترین موضوعات این نشست دو ساعته بود. به دعوت فستیوال ادبی کوهستان کتاب و همینطور فانداسیون ونیز به ایتالیا اومدم، به شمال ایتالیا در سه شهر پادووا، کورتینا و ونیز در سه کنفرانس شرکت کردم. از شرایط امروزی زنان ایران صحبت شد. من برای مخاطبان ایتالیایی که به مسائل امروز ایران علاقه‌مند هستند سعی کردم که توضیح بدم که این اعتراضات تموم نشده، اگرچه که در خیابان‌ها شاید کمتر شاهدش هستیم، اما زیر پوست جامعه در جریان و با انواع نافرمانی‌های مدنی و در راه‌های دیگری که به ذهن خلاق مردم ایران میرسه داره ادامه پیدا می‌کنه. و در پایان من از مخاطبان ایتالیایی درخواست کردم که دولت مردان خودشون رو خطاب قرار بدن و از اونا بخوان که اولا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بده و اینکه روابط تجاری و روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. بخش پایانی سخنرانی بیتا ملکوتی برای مخاطبان ایتالیایی بسیار تاثیرگذار بود. او از دلتنگی‌هایش برای ایران، از گیسوان بریده دختران ایرانی و کشته شدن صدها جوان به دست جمهوری اسلامی سخن گفت و مترجم را به گریه واداشت تا جایی که نتوانست جملات پایانی او را ترجمه کند. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی و حفاظت اطلاعات زندان اوین بعد از ظهر روز شنبه با یورش به سلول مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، حسین رزاق و محمد رضا جلایی‌پور در زندان اوین همه یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های این زندانیان رو با خود بردند. بنا به همین گزارش این تفتیش طولانی و همراه با توهین ماموران بعد از اعلام حمایت 3 تن از این زندانیان از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم صورت میگیره. گفته میشه دستنوشته های سعید مدنی حاصل مطالعات او طی ماهای گذشته درباره خشونت پرهیزی در جنبش های اجتماعی و دستنوشته های تاج‌زاده گزارش گفتگوهای انتقادی با بازجویان بند 2 الف سپاه بوده. رقیه رضایی عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، این چه به ما میگه در مورد رویکرد حکومت؟ سلام خدمت شما بینندگانتون. ببینید این ماجرای در واقع حمله به سلول زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی و یک پیام روشن داره. این هستش که حکومت به کنترلگری خودش حتی داخل سلول‌های زندان هم ادامه میده. اگر خاطرتون باشه سال 93 در واقع در فروردین 93 نیروهای حفاظت اطلاعات به بند 350 زندان اوین حمله کردن به بهانه اینکه زندانیان سیاسی اونجا با خودشون موبایل داشتن، در واقع آزارشون دادن، وسایلشون رو ضبط کردن، ضرب و شتمشون کردن و موهای سرشون رو تراشیدن. قبل از اون هم در آبان 91 بود اگر که اشتباه نکنم که به سلول زندانیان زن سیاسی حمله بردن و در واقع با تحقیر و توهین جنسی بازرسی واژینالشون انجام دادن که خب بعد از اون هم در واقع اعتراضات شکل گرفت و فکر میکنم 12 نفر از زندانیان سیاسی زن اعتصاب غذا کردن. اما همطور که گفتم این بازرسی ها از دید من در اصل یک
روش کنترلگری هست. جمهوری اسلامی به وضوح بارها دیده که حتی با زندانی کردن فعالان مدنی نمیتونه صداشون رو خاموش کنه. ما همین الان که در واقع این انقلاب در جریان بوده و شمار زیادی بازداشت شدن، شکنجه شدن و احکام بلند مدت گرفتن، داریم میبینیم که خانم نرگس محمدی در حالی که در حبس در واقع و تحت فشار قرار داره، از داخل زندان افشاگری میکنه، در مقابل اون مصاحبه حسین امیر عبداللهیان موضع میگیره و جنایت‌های حکومت رو برملا میکنه. میبینیم که خانم عالیه مطلب‌زاده از زندان به محض اینکه پاش رو میذاره بیرون شعار زن زندگی آزادی میده، سبا کردافشاری مادرش همچنین. بنابر این جمهوری اسلامی این با در واقع علم به این که داخل زندان هم انقلاب جریان داره، اعتراضات جریان داره، سعی میکنه با این روش ها کنترل بکنه زندانیان سیاسی رو، صداشون رو خاموش کنه، آزارشون بده، تا بلکه در واقع بتونه از فشارهایی که روش هست به واسطه فعالیت های این عزیزان کم بکنه. در واقع من اگر که بخوام واضح تر بگم، این رو در ادامه اون بی اخلاقی ها، ستمکاری و کنترل بر جامعه مدنی میدونم که به نظرم هم یک سناریوی شکست خورده است، همونطور که قبلا شکست خورده، موفق نشده، بارها این کار رو انجام دادن، ولی خب باز هم ما میبینیم که اعتراضات ادامه داره، هر دفعه موج دیگری هست که در واقع قوی تر از موج قبلی به ریشه جمهوری اسلامی در واقع تیشه میزنه. ممنونم از شما رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. متشکرم. دولت سوئد در حال تصویب قانونی برای گزینش افراد دو تابعیتی در مشاغل حساسه. با وجود جمعیت قابل توجه مهاجران در این کشور، اجرای چنین قانونی موجی از نگرانی در میان افراد دو تابعیتی ایجاد کرده. شنبه تجمعی در پایتخت سوئد برای ابراز نارضایتی از وضع چنین قانونی برپا شد. مهران عباسیان گزارش می‌دهد. پلیس امنیت یا پلیس سپو در سوئد طرحی رو به دولت ارائه داده و قراره این به عنوان یک قانون برای دو تابعیتی ها به تصویب برسه. قانونی که شامل گزینش افراد در مشاغل حساس میشه. خب دو تابعیتی ها و کسانی که در واقع مهاجرن در سوئد، این براشون ایجاد نگرانی کرده. این قانون سپو چند ماهی در موردش بحث میشه. خب حدود 5 سال سپو کشورهای ایران، روسیه و چین رو برای کشور سوئد کشورهای پرخطر اعلام کرده. چند ماه گذشته 2 ایرانی در سوئد دادگاهی شدن به جرم جاسوسی برای کشور روسیه. خب این 2 برادر ایرانی در واقع یکیشون در یکی از مراکز پلیس سپو، پلیس امنیت، مشغول به کار بود. حالا این ترس در بین افراد و مسئولین پلیس سپو ایجاد شده که این دو تابعیتی ها امکان داره برای کشور سوئد خطرساز بشن. برای همین مشاغل مختلف، صاحبان کار مختلف باید افراد دو تابعیتی در سوئد و مورد گزینش شدید قرار بدن. این نه تنها برای افراد دو تابعیتی، بلکه برای نزدیکان اونها مانند همسر. اگه همسر این افراد دو تابعیتی سوئدی باشه، اونها هم شامل این قانون میشن. خب اینجا در مرکز شهر استکهلم جمعی اینجا تجمع برگزار کردن و اعتراض دارن به این قانون، را میخوان بخش ها و بندهایی از این قانون حذف بشه. کنار من آرش حجبری از حزب محیط زیست است. دیدم اینجا شما سخنرانی کردید، جمعی هرچند تعداد تجمع کنندگان زیاد نبود، میخوام بدونم اعتراض اصلی شما به این قانون در چه زمینه ای است؟ اعتراض اصلی ما در حقیقت اینه که خیلی وقت گذاشته نشده روی این قانون و این قانون خیلی همه را به صورت کلی در بر میگیره. کسی با اینکه امنیت سوئد بره بالا مشکلی نداره و از سوئد کشور ما هم هست، ولی اینکه فقط به صرف اینکه شما یک ریشه در یک کشور دیگه دارید یا اینکه شما پاسپورت یا تابعیت مضاعف دارید، و همجوری هم که میدونید ما ایرانی تابعیت مضاعفمون رو در عمل نمیتونیم بذاریم کنار، این باعث میشه که ما از خیلی از کارا کنار گذاشته بشیم و این یک تبعیض آشکاره.
ما اعتراضمون به این تبعیضه، اینکه مشخص کنن دقیقاً چه کسانی تهدید هستن برای سوئد، نه اینکه حالا فقط چون یک ریشه‌ای در یک کشور دیگه دارن یا یک متابعیت مضاعف دارن. و این هم حتی برای نسل‌های آینده هم هست، بچه‌های ما هم میاد زیر نظر زیر پوشش این قانون قرار بگیرن و این سخت برای بچه‌ای که اینجا به دنیا اومده و سوئدیش رو بهتر از فارسی صحبت میکنه، بعد خودش ها سوئدی میدونه، بعد بهش بگیم که تو این کارا رو نمیتونی بگیری به دلیل که تو یک ریشه در ایران داری مثلا. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خب هرچند افراد زیادی در واقع از این تجمع اعتراضی حمایت نکردن، اما اینجا مسئولین برگزاری این تجمع توماری آماده کردند که افراد مختلف حتی رهگذرها میدونن که این مسئله چه زمینه یو در بر میگیره، میان این تومار رو امضا میکنن، برگزار کننده ها میخوان این تومار رو به دادگستری و پلیس سپو ارائه بدن تا بندهای از این قانون بتونه حذف بشه، قانونی که فعلا در دولت تصویب نشده و باید بگم این قانون شامل قوانینی میشه که به پارلمان نخواهد رفت و خود دولت سوئد میتونه اون رو تصویب کنه. مهران عباسیان، سوکول. توافق جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی برای برقراری روابط دوجانبه با پادرمیانی چین واکنش‌های در سطح بین‌المللی در پی داشته. کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه و بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس از این توافق استقبال کردند. اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای درباره این توافقنامه ابراز خوشبینی کرده. ساعت پیش علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگوی با ایران اینترنشنال در مورد استقبال جامعه جهانی از نزدیکی تهران و ریاض گفت. یک مسئله داخلی وجود داره به خاطر به اصطلاح شرایط اقتصادی اجتماعی که در اثر این جریان انقلابی در ایران وجود داره. یکی هم بیشتر ایزوله شدن ایران در سطح بین المللی و اینکه دیگر برای برجام امید چندانی نیست. و همین دیروز هم شما شنیدید که اون برنامه اینستکس که اروپایی ها برای تجارت خاصی با ایران برگزار کرده بودن از قبیل مواد غذایی و دارویی و غیره، اون هم به شکست انجام میده. بنابراین نیاز ایران به چین بیشتر شده. از طرف دیگه چین برخلاف به اصطلاح کشورهای عراق و عمان که تا به حال میانجیگری کرده بودن بین ایران و عربستان و موفق نشدن، چین از اهرم بسیار بزرگی علیه ایران برخوردار هست و ایران نیاز داره به چین. تقریبا تنها خریدار نفت ایران هست، بنابراین مجبور هست در حقیقت دستور چین رو بپذیره. به همین علت اون توافقی هم که امضا شده در حقیقت شرایطی است که چین تعیین کرده و ایران زیر این توافق با عربستان سعودی که امضا کرده هیچ، چین هم تضمین داده به این توافق. بنابراین این پیروزی است برای چین در سطح خاورمیانه و همین علت من فکر میکنم آمریکایی‌ها ضمن این که یک رضایتی دارن که شاید در اثر این توافق جنگ یمن تمام بشه، ولی در این حال میبینن که چطور چین داره استراتژی تعمیق روابطش رو در با همه کشورهای خاورمیانه ادامه میده. بنابراین ادامه تنش بین ایران و عربستان سعودی به نفع چین نبود. بنابراین چین میشه گفت به یک زبانی تحکم کرد به ایران که شما باید اختلافاتتون رو پایین بدین. علی صدرزاده بود. تصاویر زنده داریم از تل آویو اسرائیل، جایی که هزاران هزار معترض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور همچنان در خیابان‌های تل آویو در حال تجمع و تظاهرات هستند. اعتراض اصلی اونها به تلاش دولت نتانیاهو برای تغییراتی در نظام قضایی کشور که به پارلمان اسرائیل کنست اجازه میده که تصمیمات دیوان عالی این کشور رو لغو بکنه. در مواردی اعتراضات بسیار گسترده بوده تا جایی که حتی سفر بنیامین نتانیاهو به ایتالیا رو هم تحت تاثیر قرار داده و هیچ کس تا دست کم دقایق آخر حاضر نبوده از بین خلبان‌های خطوط هوایی الی خط ملی کشور به فرودگاه بره تا نخست وزیر اسرائیل رو راهی روم بکنه. آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از تل آویو، پایتخت دیفکتو اسرائیل، جایی که هزاران نفر
در حال اعتراض به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هستند برای تغییر در قوانین قضایی این کشور. فعالان مدنی میگن که قصد دارن جاده‌های اصلی از جمله مسیر منتهی به فرودگاه تل آویو رو ببندن. این اولین راهپیمایی نیست. در چند روز گذشته اعتراضات این چنینی در اسرائیل بسیار گسترده بوده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت بخیر. حامد اسماعیلی و فعال حقوق بشر در گرد همایی اعتراضی امروز در فرانکفورت آلمان بار دیگه درخواست برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رو مطرح کرد. همزمان حامد اسماعیلی با رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و سیاستمداران آلمانی دیدار کرده. او در بخش دیگری از سخنانش گفت زیر سایه جمهوری اسلامی مدارس کشور به جایی برای آزمایش سلاح‌های شیمیایی حکومت تبدیل شدند. مدرسه که باید ایمنترین مکان برای کودکان و نوجوانان باشد، زیر سایه جمهوری اسلامی در ایران مبدل به مکانی برای ترس و دلهره شده است. مکانی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی. بچه‌ها مسموم می‌شوند، به نفس تنگی می‌افتند، مضطرب و بی‌حال می‌شوند و مادران هر بار با دیدن بیماری فرزندانشان می‌میرند. 3 روز پیش روز زن بود، روز جهانی زن. در 44 سال گذشته و از 8 مارس 1357 آنچه دیده ایم ستیزه ایدئولوژی متحجر جمهوری اسلامی با زنان بوده است. زنان اما در تمام این سالها مقاومت کردند، با تظاهرات، با کارزار جمع‌آوری امضا، با جنگیدن در دادگاه‌ها، با روبرو شدن با مامورین حجاب، با تمرد کردن، با برداشتن روسری‌ها. زنان، دختران، مادران در 5 ماه گذشته دختران جنگیدند، زنان جنگیدند، مادران جنگیدند. 44 سال است که می جنگند. این مبارزه را انتهایی نیست تا مگر مردان ستمگر از تخت قدرت به پایین بغلطند. جهان 44 سال است چشم بر این مظالم بسته است، چشم بر کشته شدن هر روزه مبارزان به ویژه زنان بسته است، چشم بر حملات شیمیایی به مدارس بسته است. جهان از فهم این واقعیت عاجز است که انتقام گیری جمهوری اسلامی از دختران میتواند به همین هولناکی باشد که میبینید. ساعتی پیش دانیال ایلخانی‌پور نماینده ایرانی تبار در پارلمان محلی هامبورگ که در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بود به خبرنگار محمد صمدی درباره تلاش‌های ایرانیان خارج از کشور برای همراه کردن کشورهای اروپایی گفت. ببینیم به غیر از تعداد مردمی که تو خیابون داریم تظاهرات که اثر داره، ما الان مجلس اروپا طرفدار ما هستش، ولی باز هنوز این راه طولانی هستش چون که RGC به تروریست اصلش انقدر قدم بزرگیه چون که رابطه با جمهوری اسلامی و اروپا دیگه قطع میشه، واسه همین اینا هنوز اینا نمیخوام بدن. یه پاشون یه ترمزه در حقیقت دو دوزن بازی میکنن، سعی میکنن سب بکنن. ما باید بدیم که ما ویلکون نیستیم، ادامه میدیم. لوبیستای جمهوری اسلامی 44 سال دارن به نمایندای مجلس اروپا هم به دولت ها میگن بعد از یه مدت ما اختلاف بینمون را بیفته، ما نفس دراز نداریم، ویل میکنیم. ما باید ثابت بکنیم که اینطوری نیست. اگر این فشار رو ادامه بدیم، هم همراهی کنیم با گروه های دیگه که ایرانی نیستن، همراهی بکنن تو آلمان، تو فرانسه، تو کشورهای دیگه، به موفق میشیم. فقط این قدم رو باید بذاریم، یعنی کاری که تو این 6 ماه کردیم اضافه تر بذاریم که موفق بشیم، که مطمئنم که میشیم. شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم با ماست. آقای مدرس، کار آسانی ندارن معترضان ایرانی، اینطور نیست در شرایط فعلی که نه اعتراضات به اندازه 1-2 ماه گذشته است و از طرف دیگر به نظر میاد جمهوری اسلامی یک دستاوردهای دیپلماتیکی هم به دست آورده؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اینکه کار آسانی نیست، به هر حال هر تغییر بزرگی
نیازمند ممارست هست. اما به نظرم خیلی مهمه ما بیایم یه دستبندی داشته باشیم از اینکه اساساً اهمیت اعتراضات دیاسپورای ایرانی یا ایرانیان خارج از کشور در چیه. به نظر من ما میتونیم این دلایل رو در 6 دسته طبقه بندی کنیم. بخش اولش این هستش که اساساً آگاهی جمعی رو در سایر کشورها نسبت به آنچه در ایران داره اتفاق میفته بالا میبرن. دلیل دوم بحث ایجاد مسئولیت هست، برای اینکه در نهایت دولت‌های خارجی در قبال شهروندان ایرانی مسئول نیستن، اما در قبال شهروندان خودشون مسئولن و وقتی آگاهی اونها افزایش پیدا کرده باشه اون دولت و اون سیاستمداران مطبوع رو به همون نسبت مسئول خواهند کرد در این زمینه. بحث سومی که باید در نظر بگیریم بحث توازن و تعادل سیاسی و همدلی هست که بین ایرانیان داخل و خارج از کشور شکل گرفته و اون استیگمایی که باور غلطی که وجود داشت مبنی بر این که اینها کاملا از هم جدا و ایزوله هستند از بین رفته. دسته چهارم دلایل به نظر من میتونه این باشه که ببینید لابی های جمهوری اسلامی دارن کم کم رنگ میبازن و مردم و فعالین و کسانی که صدای واقعی مردم رو دارن انعکاس میدن به نوعی دارن میان جای اونها رو میگیرن. بحث دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که در کنار همین تجمعات افراد و کسانی که نظرهای مخالف دارن و این نظرها با هم متفاوته میتونن به یک وحدت رأی برسن، برای اینکه برایشون امکان دیالوگ ایجاد میشه و مهمترین بحث بحثی هست که برای جمهوری اسلامی یک بحران مشروعیت ایجاد میکنه. ما میتونیم بیایم سازوکارهایی که باعث میشه به این بحران مشروعیت برسیم رو بررسی کنیم، یا اینکه میتونیم بیایم خیلی سریعتر نگاه کنیم به واکنش‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله گرفت. استناد میکنم به صحبتی که خود معاون یکی از معاونین وزارت خارجه آقای عراقچی داشتن نسبت به اینکه ما باید جلوگیری کنیم از این تجمعات برای اینکه برای ما داره هزینه دار میشه. استناد میکنم به اینکه آقای امیر عبداللهیان دعوت شده بودن به کنفرانس سالانه دیالوگ مدیترانه در روم، ولی ظاهرا بعد از اینکه وزارت خارجه ایران به وزارت خارجه ایتالیا درخواست میده که ضمانتی کنن مبنی بر اینکه در محل برگزاری کنفرانس معترضین حق تجمع ندارند و این درخواست رد میشه از سمت وزارت خارجه ایتالیا، ایشون این سفر رو کنسل کردن. برای همین بحران مشروعیتی که برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه این اعتراضات بسیار قابل توجه و جدیه. آقای مدرس، به نظر میاد که خب خیلی از اروپایی‌ها به خصوص در بخش مغننه اتحادیه اروپا همراهی دارن با معترضان ایرانی، اما جایی که کار به گره میخوره بیشتر بخش اجرایی اتحادیه اروپا هست و کشورهای غربی. فکر میکنید که چه میتونن بکنن معترضان ایرانی برای اینکه اون بخش تاثیرگذارتر اروپایی ها رو، منظورم دولت های مستقر هست، اونها رو متقاعد بکنن که اون خواستای اونها رو پیگیری بکنن؟ بله، ببینید رایزنی سیاسی همیشه یک راه مشروعی بوده برای اینکه شهروندان بتونن در شکل تشکل‌هایی حرف خودشون و آرای خودشون رو به شکل مستقیم بتونن به گوش سیاستمداران و کسانی که دستن در کار امر سیاست‌گذاری هستن برسونن. از همین رو برخلاف اون باور غلطی که وقتی که کلمه لابی مطرح میشه خیلی‌ها ذهنشون میره به سمتی که یک اقدام خلاف اخلاق داره رخ میده، اما لزوماً چنین نیست. شما میتونید به عنوان مردم ایران یک لابی داشته باشید که این لابی که شما دارید میره به سیاستمداران مورد نظرتون، به کسانی که در سیاست گذاری دستن در کار هستن، به اعضای مجلس، به کسانی که در مراحل مراتب اجرایی حکومت قرار دارن، به کسانی که در سیستم قضایی حکومت ها مشغول به کار هستن، به فعالین، به وکلا. شما میرید این رو اعلام میکنید و منتظر بازخورد اونها خواهید از راه بسیار مشروع و اخلاقی. ممنونم از شما. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. شماری از ایرانیان ساکن واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نیویورک و 13 ایالت دیگر آمریکا این شنبه همسو با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس ایران در این شهرها تجمع کردند. همزمان راهپیمایی بزرگ زنان برای ایران در دو شهر بزرگ آمریکا، یعنی اینجا در واشنگتن دی سی و نیویورک برگزار میشه. همکارم نیلوفر رستمی از محل این تظاهرات در واشنگتن با ماست. نیلوفر، چه میگذره اونجا؟ فردا
تقریبا 40 دقیقه از شروع این شنبه اعتراضی گذشته. ما اینجا در میدان آزادی واشنگتن دی سی هستیم، یکی از مراکز مهم در واقع واشنگتن. جمعیتی دور هم جمع شدن. این جمعیت قراره که بعد از سخنرانی ها تا ساعت دیگه به سمت کاخ سفید و از اونجا به منطقه جورجتاون که یکی از مناطق پر جمعیت و توریستی شهر هستش برن. در واقع این هفته چون سه روز گذشته روز جهانی زنان بودش، در واقع گفته شده که امروز و فردا در 15 ایالت بزرگ آمریکا از جمله واشنگتن دی سی اعتراضات مفصلی برگزار میشه. راهپیمایی بزرگی برای زنان ایران هستش. من اینجا در کنارم علی عرب رو دارم، فعال حقوق بشر. اگر که اجازه بدید یک صحبتی با آقای عرب داشته باشم. آقای عرب، با توجه به تحقیقات شما، وضعیت حقوق بشر، نقض حقوق بشر در حوزه زنان رو در ایران چطور شما میبینید؟ سلام میکنم به بینندگان شما و تبریک میگم روز جهانی زن رو که روز 8 مارچ بود و ببینید زنان نقش خیلی برجسته و مهمی در این جنبش و این انقلاب دارن و خیلی کلیدی هستن. امروز هم ببینید همه سخنرانهای ما، اکثریت سخنرانها خانوم ها هستن و در این 44 سال تبعیض‌های سیستماتیکی در مورد زنان در ایران بوده. جمهوری اسلامی متاسفانه از روز اول شروع کرده این تبعیض‌ها رو با اعدام خانم فرخرو پارسا، با ایجاد حجاب اجباری و تمام مسائلی که همه بهش آشنایی داریم و این نبرد ما با جمهوری اسلامی ادامه داره تا روزی که بتونیم این تبعیض‌ها رو بر از بین ببریم. و آقای عرب، خیلی از ایرانی‌ها فکر می‌کنن که در واقع این اعتراضات هفتگی شاید راه به جایی نبره، ولی هر هفته ما می‌بینیم که در واشنگتن دی سی و در اکثر شهرهای جهان جمعیتی میان از ایرانیان معترض. فکر می‌کنید که خود شما نظرتون چیه که الان امروز در این هفته حضور دارید اینجا؟ بله، به نظر من خیلی مهم هستش که این حضور روی حضور متداومی باشه، حالا چه حضور در برنامه‌های میدانی مثل امروز و برنامه‌ای که این شنبه‌های چند هفته گذشته ما داشتیم در دی سی و سایر جاهای دنیا، و همینطور که سازماندهی به صورت متداوم انجام بشه. به هر حال یک شور هیجان اولیه‌ای همه داشتیم در جواب و پاسخ اتفاقاتی که در ایران افتاده و الان باید یه مقدار بیشتر به این قضیه فکر کنیم که این قضیه دراز مدت هست. البته امیدوارم که خیلی طولانی نباشه از لحاظ زمانی، ولی یه مسئله ای هستش که باید در موردش سازماندهی داشته باشیم. به هر حال الان می‌بینیم که توافق‌هایی در سطح بین‌المللی داره انجام میشه به نظر، ولی این به معنی شکست این انقلاب نیست. انقلاب ما ادامه داره و ما با سازماندهی و تداوم به اعتراضات خودمون ادامه میدیم، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. هنوز صورت مسئله همون مسئله هست که جمهوری اسلامی یک رژیم تبعیض‌گره، جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالگره و این رژیم باید از بین بره. مرسی، خیلی ممنون آقای عرب. در این هفته امروز فردا دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک، علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد هم در این اعتراضات همراه ما هستند. تمام سخنرانهای امروز به مناسبت اینکه راهپیمایی بزرگ برای زنان ایران هستش رو زنان تشکیل دادن، پیام‌های ویدیویی فرستادن یا اینکه اینجا حضور مشخص دارن، مثل خانم لادر بازرگان از مادران دادخواه حضور داره، خانم دریا صفایی صحبت میکنه و قراره که این جمعیت تا دقایق دیگه حرکت خودش رو آغاز کنه به سمت کاخ سفید. و علاوه بر اینکه اعتراض دارن بر حملات شیمیایی مستمر بر مدارس عمدتاً دختران همینطور که تو گفتی، اما میخوان که متذکر بشن که اعتراض بکنن بر مذاکراتی که داره صورت میگیره با رژیم جمهوری اسلامی. ممنونم از تو همکارم نیلوفر رستمی از مرکز واشنگتن دی سی. ایرانیان مقیم مونیخ آلمان، کوپنهاگ دانمارک و سیدنی استرالیا هم با هدف محکوم کردن مسموم سازی دختران در مدارس
زنجیره انسانی تشکیل دادند. معترضان تصاویر کشته شدگان در اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی رو در ایران در دست داشتند. امروز شنبه 11 مارس 2023، کوپنهاگ دانمارک. همینطور که میبینید هم میهنانمون با آوردن این پلاکارت ها و زدن ماسک هایی که بیانگر حملات شیمیایی دیکتاتوری اسلامی بر علیه مردم خودش هست، میخوان این پیام رو به تمام اروپا برسونن که دیکتاتوری که به مردم خودش هیچ رحمی نمی کنه، مطمئن باشید فردا روزی که دستش به سلاح اتمی برسه به هیچ یک از مردم جهان رحم نخواهد کرد. اگر کشوری مایل هستش که در صلح و آرامش زندگی بکنه، باید همراه ما مردم ایران بشه و باید در کنار ما این دیکتاتوری رو ساقط کنه. به امید پیروزی. همزمان با ادامه مسمومیت دانش آموزان در روز شنبه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از دستگیری و بازداشت تعدادی از عوامل مسمومیت‌ها در مدارس خبر داده. مهدی سعادتی مدعی شده، دستگیر شدگان اعتراف کردند که از طریق فضای مجازی از خارج از کشور هدایت می‌شدند و اونها رو مرتبط با اسرائیل، سرویس‌های جاسوسی، مجاهدین و سلطنت طلب‌ها دونست. در همین حال وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد بیش از 100 نفر از عوامل مسمومیت دانش آموزان بازداشت شدند که تعدادی از روی به گفته اونها شیطنت و عده‌ای هم با انگیزه‌های معاندانه در بین اونها وجود دارند. در این بیانیه از اولیای دانش آموزان خواسته شده تا فرزندانشون رو به مدرسه بفرستن، در غیر این صورت با دانش آموزان غایب برابر مقررات رفتار میشه. از طرف دیگه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته نگرانی ها در مورد موضوع بدحالی دانش آموزان کاهش پیدا کرده، بنابراین موضوع آموزش های حضوری به صورت جدی پیگیری میشه. ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه مدعی شده که کمتر از 10% دانش آموزان مسموم شده یک ماده محرک استنشاق کردن. همزمان مسموم سازی های گسترده دانش آموزان روز شنبه 20 اسفند در استان های خوزستان و گیلان هم تکرار شده. در تازه ترین مورد گزارش ها از مسمومیت دانش آموزان مدرسه دخترانه صدیقه کبرا در آبادان هم منتشر شده. این حملات که از حدود 3 ماه پیش شروع شد تا حالا دست کم 5000 دانش آموز رو در بیش از 25 استان مسموم کرده. ساعت 12 است. بجای 12 12 تعطیل کردن. همه بچه‌ها خودشون ریختن بیرون. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم درباره وارد کردن اتهام ناامنسازی روانی به فعالان مدنی از سوی رسانه‌های حکومتی گفته که نهادهای امنیتی در حال پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی هستند. محمد حبیبی در واکنش به گزارش سایت مشرق درباره ناامنسازی روانی جامعه به وسیله فعالان صنفی بعد از مسموم‌سازی دانش آموزان نوشته که نهادهای امنیتی قصد دارند برای فعالان صنفی و مدنی پرونده‌های جدید بسازند. او در اینستاگرامش نوشته اتاق فکر نهادهای امنیتی در حال فرافکنی مسئولیتش در موضوع مسمومیت دانش آموزان و پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی و مدنیه.
دکتر حبیب هیبر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گزارش‌ها درباره مسموم سازی دانش آموزان رو در یکی از دبیرستان‌های باغ ملک خوزستان تایید کرده. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که تعدادی از دانش آموزان در یکی از مدارس باغ ملک و دبیرستان ستایش و کوثر در محله پردیس اهواز هدف حمله شیمیایی قرار گرفته و مسموم شدند. اینجا اهواز پردیس دبیرستان کوثر و ستایش مسموم کردن. طبق معمول همیشه نیا. دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در بیانیه ای علیه حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر نوشتن حریم دانشگاه و مدرسه با ورود ماموران امنیتی شکسته شده. این بیانیه اضافه میکنه که بررسی مسمومیت گروه عظیمی از دانش آموزان دختر مثل سایر بلایای اقتصادی و اجتماعی کشورمون توسط تصمیم گیران نالایق همواره از امروز به فردا واگذار شده. شبنم آذر همکارم از لندن با ماست با جزئیات بیشتر در مورد حملات شیمیایی اخیر. بله ببینید، امروز اخبار از باغ ملک آغاز شد و در اونجا دو تا مدرسه همونطور که در خبر خوندی حمله شیمیایی اتفاق افتاد و بعد اخباری از اهواز، آبادان، سنندج، سیاهکل و شبستان رسید. در همه این موارد دانش آموزا مجروح شدن، در واقع آسیب دیدن و اونهایی که به خصوص مشکل زمینه‌ای داشتن در شرایط بسیار نامناسبی قرار گرفتن به مرکز درمانی منتقل شدن. در آبادان به خصوص به دو تا مرکز درمانی منتقل شدن، تعداد زیاد بوده. در باغ ملک هم همینطور. و در چنین شرایطی نکته‌ای که خیلی اهمیت داره همکاری کادر مدرسه با دانش آموزاست که متأسفانه در خیلی از موارد اتفاق نمی‌افته. بیشتر معلمان هستن که به دانش آموزان کمک می‌کنن. معلمان پرورشی غالبا از طرف نهادهای امنیتی و مدیر هم همینطور در مدارس منصوب شدن و امروز گلایه‌هایی که می‌شد این بود که اجازه نمی‌دادن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن، اجازه تماس با مراکز درمانی رو نمیدادن، اجازه خروج از کلاس درس و حیات مدرسه داده نمیشد. در مواردی همکاری کردن و درها رو باز کردن تا بچه‌ها بتونن به محوطه های بیرونی بیان. اما در کنار این موضوع واکنش ها خیلی زیاد بوده. آخرین و در واقع چهارمین بیانیه که تازه ترین بیانیه که وزارت کشور صادر کرده امروز درباره این موضوع قابل توجه از این جهت که گفته در 11 استان آذربایجان غربی و شرقی، در قم، تهران، خوزستان، کردستان و چند استان دیگه 100 نفر رو دستگیر کردن. این 100 نفری که دستگیر شدن رو به دو دسته تقسیم کرده، گفته که تعدادشون دانش آموزها بودن و تعدادشون هم اعلام کردن که با گروه های ضد انقلاب و به گفته اونها معاند در ارتباط بودن و مشخصا از منافقین هم نام برده. این بخشی از این بیانیه است که خب جزئیات بیشتری واقعا نداره. اینکه چه نوگازی بوده، این افراد در چه شرایطی بازداشت شدن، اینکه اساسا چرا خیلی از دوربین های مدارس در این مدت از کار افتاده بود، این سوالی است که بسیاری میپرسن. کادر مدرسه معمولا سوالش اینه که برای چی ماموران امنیتی زودتر از آمبولانس باید برسن به این مراکز و همه اینها. این سوال ها همچنان پاسخی براش وجود نداره. از همه مهمتر این نکته است که فرداد اصلا اشاره نکردن که این ماده چی بوده و هنوز کسی نمیدونه این موادی که استفاده میشه چه موادی است. و از طرف دیگه هم خب دسترسی به تحقیقات مستقل هم که امکان نداره، پزشکان و کادر درمان هم که اجازه اطلاع رسانی در این زمینه ندارن. بنابراین این بیانیه ها، این واکنش ها هیچ کدومش کمکی نکرده به اینکه موضوع شفاف بشه. ممنونم از تو شبنم آذر همکارم از لندن. بنا به گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی و حفاظت اطلاعات زندان اوین بعد از ظهر شنبه با یورش به سلول مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، حسین رزاق و محمد رضا جلایی‌پور در زندان اوین همه یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های این زندانیان را با خود بردند. بنا به همین گزارش این تفتیش طولانی به همراه با توهین ماموران بعد از اعلام حمایت 3 تن از این زندانیان از بیانیه میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم صورت می‌گیرد. گفته میشه دست‌نوشته‌های سعید مدنی حاصل مطالعات او طی ماه‌های گذشته درباره خشونت پرهیزی در جنبش‌های اجتماعی و دست‌نوشته‌های تاج‌زاده گزارش گفتگوهای انتقادی با بازجویان بند 2 الف سپاه بوده. بیشتر رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی جزئیات بیشتری به ما داد.
ماجرای در واقع حمله به سلول زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی و یک پیام روشن داره، این هستش که حکومت به کنترلگری خودش حتی داخل سلول‌های زندان هم ادامه میده. اگر خاطرتون باشه سال 93 در واقع در فروردین 93 نیروهای حفاظت اطلاعات به بند 350 زندان اوین حمله کردن به بهانه اینکه زندانیان سیاسی اونجا با خودشون موبایل داشتن، در واقع آزارشون دادن، وسایلشون رو ضبط کردن، ضرب و شتمشون کردن و موهای سرشون رو تراشیدن. قبل از اون هم در آبان 91 بود اگر که اشتباه نکنم که به سلول زندانیان زن سیاسی حمله بردن و در واقع با تحقیر و توهین جنسی بازرسی واژینالشون انجام دادن که خب بعد از اون هم در واقع اعتراضات شکل گرفت و فکر میکنم 12 نفر از زندانیان سیاسی زن اعتصاب غذا کردن. اما همونطور که گفتم این بازرسی ها از دید من در اصل یک روش کنترلگری هست. جمهوری اسلامی به وضوح بارها دیده که حتی با زندانی کردن فعالان مدنی نمیتونه صداشون رو خاموش کنه. ما همین الان که در واقع این انقلاب در جریان بوده و شمار زیادی بازداشت شدن، شکنجه شدن و احکام بلند مدت گرفتن، داریم میبینیم که خانم نرگس محمدی در حالی که در حبس در واقع و تحت فشار قرار داره از داخل زندان افشاگری میکنه، در مقابل اون مصاحبه حسین امیر عبداللهیان موضع میگیره و جنایت‌های حکومت رو برملا میکنه. واقعی رضایی بود. همزمان با برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در ایران، گروهی که خود را امت حزب الله معرفی کردند، با حمله به اتاق بازرگانی خرم‌آباد اجازه برگزاری انتخابات را ندادند. بر اساس گزارش‌ها این افراد از دیوار ساختمان بالا رفته، ماموران نظارت بر انتخابات را بیرون کرده و روی اسامی نامزدها خط کشیدند. گفته میشه این افراد بیش از 5 ساعت اتاق بازرگانی را بدون مداخله نیروی انتظامی و شورای شهر در اختیار گرفتند. حمله کننده‌ها در بیانیه ای اعضای اتاق بازرگانی رو اختشاشگرانی با هدف دهنکجی به نظام خوندن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه توافق با عربستان سعودی رو در نتیجه مذاکرات فشرده و عملگرایانه دولت رئیسی و به نفع صلح منطقه‌ای و گامی رو به جلو خونده. این بیانیه همچنین از نقش موثر چین، عراق و عمان در این توافق قدردانی کرده. در همین حال کشورهای مختلفی از جمله ایالات متحده، فرانسه، روسیه، ترکیه و بعضی کشورهای حوزه خلیج فارس از این توافق استقبال کردند. اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه‌ای درباره نتایج این توافق ابراز خوشبینی کرده. بیشتر با علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه صحبت کردیم و از او درباره واکنش‌ها به توافق اخیر ایران و عربستان سعودی پرسیدیم. یک مسئله داخلی وجود داره به خاطر به اصطلاح شرایط اقتصادی اجتماعی که در اثر این جریان انقلابی در ایران وجود داره. یکی هم بیشتر ایزوله شدن ایران در سطح بین المللی و اینکه دیگر برای برجام امید چندانی نیست و همین دیروز هم شما شنیدید که اون برنامه اینستکس که اروپایی ها برای تجارت خاصی با ایران برگزار کرده بودن از قبیل مواد غذایی و دارویی و غیره، اون هم به شکست انجام میده. بنابراین نیاز ایران به چین بیشتر شده. از طرف دیگه چین برخلاف به اصطلاح کشورهای عراق و عمان که تا به حال میانجیگری کرده بودن بین ایران و عربستان و موفق نشدن، چین از اهرم بسیار بزرگی علیه ایران برخوردار هست و ایران نیاز داره به چین. تقریبا تنها خریدار نفت ایران هست، بنابراین مجبور هست در حقیقت دستور چین رو بپذیره. و همین علت اون توافقی هم که امضا شده در حقیقت شرایطی است که چین تعیین کرده و ایران زیر این توافق با عربستان سعودی که امضا کرده هیچ، چین هم تضمین داده به این توافق. بنابراین این پیروزی است برای چین در سطح خاورمیانه و همین علت من فکر میکنم آمریکایی‌ها ضمن این که یک رضایتی دارن که شاید در اثر این توافق جنگ یمن تمام بشه، ولی در این حال میبینن که
چطور چین داره استراتژی تعمیق روابطش رو در با همه کشورهای خاورمیانه ادامه میده. بنابراین ادامه تنش به بین ایران و عربستان سعودی به نفع چین نبود. بنابراین چین میشه گفت به یک زبانی تحکم کرد به ایران که شما باید اختلافاتتون رو پایین بدین. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی هم به ما پیوسته. آقای حسنیاری، حالا کم و کیف این توافق رو ما نمیدونیم، اما میدونیم که اختلافات تهران و ریاض اختلافات کمی نبودن، از عراق بگیری تا سوریه تا یمن تا مسائلی که دو طرف میگن مداخله در مسائل داخلی دو کشور هست. چقدر به نظرتون برای چین که اونقدر نقش پررنگی در خاورمیانه مثلا مثل ایالات متحده نداشته، این دستاورد دیپلماتیک بزرگی هست؟ درود بر شما و درود بر ملت پیروز ایران. به اعتقاد من برنده اصلی این توافق به چین هست. البته بایستی با احتیاط با این توافق برخورد کرد، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین جزئیات اون رو هنوز نمیدونیم چی هست. منتها به اعتقاد من اختلافات جمهوری اسلامی با عربستان سعودی بسیار بسیار عمیق هستند، ریشه های ایدئولوژیک دارن، ریشه های سیاسی دارن، به ژئوپلیتیک منطقه مربوط میشن و در نتیجه این توافق در صورتی که حتی محقق بشود و دو کشور یا دو رژیم بتوانند تا مدتی صلح سردی رو بین خود به وجود بیارن، ولی به نظر من این صلح بسیار کوتاه خواهد بود، به خاطر اینکه منافع این دو از یک طرف عربستان سعودی و رژیم جمهوری اسلامی در تضاد آشکار در منطقه هستند. البته بایستی گفت که خب این توافق میتواند تاثیرگذار باشد بر جنگ یمن، به خاطر اینکه حوثی‌های یمن که از جمهوری اسلامی تسلیحات و پول دریافت میکنند تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستند، و از طرف دیگر به این توافق احتمالی به مسائل عمیق‌تر منطقه ارتباطی نداره و مشکلاتی که جمهوری اسلامی در منطقه و بر منطقه تحمیل کرده تأثیری نخواهند گذاشت. مهمترین مشکلات همون است که شما اشاره کردین، حضور جمهوری اسلامی در بعضی از کشورهای عربی، استفاده از گروه‌های نیابتی علیه اسرائیل، دخالت در خلیج فارس و بسیاری مسائل دیگر. بنابراین چین به طور قطع با این توافق میتواند قدرت خود رو هرچی گسترده تر بکنه، حضور خود رو گسترده تر بکنه در منطقه خاورمیانه، و این مربوط میشه به تصویر بزرگتر روابط بین الملل، به اونجایی که به ناچار منافع خلق چین با منافع ایالات متحده آمریکا در تضاد قرار دارن و احتمالاً به هم خواهند خورد. بنابراین می شود گفت امروز که این توافق میتونه موضع چین رو در منطقه محکمتر بکنه و به همون مناسبت در همون راستا چین رو قدرت جدید استثماری و استعماری در منطقه خاورمیانه بکنه، به خاطر اینکه چین به شدت نیازمند انرژی منطقه است، به شدت نیازمند بازارهای منطقه است، تا اینکه وابستگی خود رو به بازار آمریکا، به بازار کشورهای اروپایی کمتر بکنه و در اون تضادی که اشاره شد در نهایت با غرب داره، به تا حدی خود رو از کشورهای غربی آسیبی رو که خواهد دید در نتیجه تحریم ها کمتر بکنه. منتها به نظر من از اونجایی که خصلت جمهوری اسلامی بسیار جنگجوست و مداخله گرایانه، این توافق نمیتونه مشکلات یا اینکه به خواسته های چین به طور کلی در منطقه تحقق جامعه تحقق بپوشونه، و بخصوص بایستی انتظار داشت که در صورتی که این توافق عملیاتی بشه باز مشکلات دیگری به وجود خواهند اومد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به طور روشن آشکار کرده که در پی گسترش تأثیر شیعه و شیعه‌گری در منطقه است، که این تضاد آشکار داره با منافع عربستان سعودی، با منافع کشورهای دیگر، و همونطوری که دیدیم حتی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه نظیر عراق
و افغانستان و ترکیه روابط مناسبی نیستن و در نتیجه این توافق میتونه بخش کوچکی به نظر من از مشکلات رو برای جمهوری اسلامی که در تنگنای بسیار شدیدی قرار داره در داخل با انقلاب مردم و در منطقه با و جهان با انزوا جمهوری اسلامی رو ناشار کرده که به چنین توافقی تن بده، به خاطر اینکه ممکن هست بتونه تاثیرگذار باشه بر سیاست‌های اروپایی ها و آمریکایی ها. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی. در پی فراخوان انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 امروز در بیش از 70 شهر جهان تجمعات و راهپیمایی‌هایی برگزار شد. این گردهمایی‌ها با هدف اعتراض به مسموم‌سازی‌های زنجیره‌ای دانش آموزان دختر در ایران برگزار شده. در استکهلم سوئد هم معترضان با زدن ماسک شیمیایی بر صورت تجمع کردند. گزارش همکارم مهران عباسیان رو ببینیم. استکهلم، تجمعی از ایرانیان با ماسک شیمیایی بر صورت، نمادی برای اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران. این گردهمایی ایرانیان در شنبه‌های اعتراضی با فراخوان خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 بود. شش ماه گذشته ایرانیان خارج از کشور در اعتراضاتشون به اشکال مختلف و نمادهای مختلف اعتراض کردند، مانند کاردستی کیان پیرفلک رو درست میکردن و در دست داشتن، یا یک چشمشون رو به نشانه اعتراض میبستن برای همدلی و همراهی با کسانی که بینایی خودشون رو در اعتراضات ایران از دست دادن. حالا با مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز اینجا در پرفورمنس‌های اعتراضی ماسک شیمیایی به صورت میزنن که نشون بدن مدارس ایران امنیت برای دانش آموزان نداره. در بیش از 3 ماه گذشته بیشتر از 200 مدرسه در سراسر ایران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته است. جنایتی که در شمار جنایات جمهوری اسلامی هم ردیف کشتار 67، سرنگونی پرواز PS752 و قتل عام معترضین برگ ننگین دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی است. اگرچه جمهوری اسلامی دست داشتن در این حملات را منکر می شود، اما به باور کارشناسان چنین عملیاتی در این ابعاد و به شکل سیستماتیک تنها می تواند توسط یک ساختار حکومتی در سطوح بالا و با دسترسی های ویژه برنامه ریزی و اجرا شود. حکومتی و بچه های ما رو می کشن به خاطر اینکه می خوان انقلاب رو بکشن و اروپا پاششون وایستاده. برنامه امروز تجمعی بود در اعتراض و محکومیت قاطع اتفاقی که داره در مدرسه ها در ایران میفته، حمله شیمیایی و سیستماتیکی که جمهوری اسلامی داره به دانش آموزای ایرانی روا میداره و در واقع شرایطی که روز به روز داره بدتر میشه و جمهوری اسلامی هر روز داره یک برگ جدیدی در جهت سرکوب و ترور شهروندان ایرانی رو میکنه. این معترضین میگویند خواستهایشان تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی محقق میشود. مهران عباسیان، سکول. تعلیق موقت گری لینکر، فوتبالیست سابق و مجری مطرح برنامه مچ آف دی در شبکه بی بی سی به دلیل انتقاد او از قوانین سختگیرانه دولت علیه پناهجویان غیرقانونی برای این رسانه دردسرساز شده. روز شنبه شبکه 1 بی بی سی و همینطور رادیوی 5 بی بی سی به دلیل کنار کشیدن مجریان و گزارشگران خود از حضور در این رسانه‌ها مجبور شدند چندین بار برنامه‌هاشون رو جابجا کنند. این ستاره پیشون فوتبال در صفحه توییترش در نقد قوانین پناهندگی در بریتانیا نوشته بود: زبانی که این طرح با اون ارائه شده بی‌شباهت به زبان آلمان دهه 1930 میلادی نیست. اشاره لینکر به دوره تسلط نازی‌ها بر آلمان و لحن نژادپرستانه و خارجی ستیز مقامات.
اینجا همکارم رضا محدث با ماست. کلی ماجرا درست کرده، نه فقط برای آقای لینکر و حالا برای خود بی بی سی هم همینطور و همچنین برای علاقمندان به فوتبال و تماشاگران برنامه محبوب مچ آف دی. اجازه بده با همین عکسی که پشت سرمونه شروع بکنم. این تصویر آقای لینکر امروز در مسابقه لستر سیتی، صبح گفته بود پسرش که چیکار میکنه، پدرش ازش پرسیده بودن، گفته بود که داریم میریم با هم ورزشگاه کینگ پاورز بازی لستر رو نگاه کنیم. 62 ساله است، مجری محبوب و یکی از اگر نگیم پردرآمدترین یکی از فکر میکنم 5 پردرآمدترین مجری تلویزیون بی بی سی، سالانه 2 میلیون پوند دستمزد گری لینکر. اما گفتیم در خبر و بررسی هم کردی، گفتی که تو صحبت چی بوده و انتقاد کرده به مواضع این قانون جدید پناهندگان در بریتانیا و همین توییتی که زده بود بسیار شایبه ایجاد کرد. خودت در بی بی سی هم بودی، میدونی که به هر حال مجریان در بی بی سی اجازه ندارن علاقه شخصی خودشون رو در توییتر مطرح بکنن یا نظر شخصی. یه دراما هم هست برای بی بی سی و برای بسیار از رسانه‌ای که قوانین این چنین میخوان بزنن، چون واقعا این که مرزش کجاست، چه کسی تصمیم میگیره، کار راحتی نیست. دقیقاً همین مبحثیه که من تا یه چند روز گذشته که تلویزیون بی بی سی رو نگاه می‌کردم، بین کارشناسان مختلفی که میومد این نظر بود که آقا مرزش کجاست، کی میتونه، چرا این میتونه. و یه نکته دیگه که در مورد گری لینکر بود اینکه او به عنوان فریلنس یا خبرنگار یا مجری آزاد در بی بی سی حضور داره و کارمند رسمی این شبکه این رسانه در حقیقت نیست و میگفتن خب این به همین دلیل میتونه که از این قانون مجزا بشه. پیشتر همین اتفاق افتاده بود برای گری لینکر، اما با یک تذکر ساده از کنارش گذشته بودن. این بار ولی موضوع جدی شد و اینجا رسید که دیشب اعلام کردن که او در برنامه مچ آف دی معروف که ساعت 10 شب بریتانیا، 10 و 20 دقیقه شب در لندن آغاز میشه، امشب هم این اتفاق میفته، شرکت نخواهد کرد. از او خواستن که او کنار بکشه از این برنامه. بلافاصله ایان رایت در حقیقت یکی از بازیکن سابق تیم ملی انگلستان و آلن شیرر در حقیقت همکاران او در این برنامه از این برنامه کشیدن کنار. بسیاری از گزارشگران مچ آف دی از گزارش مسابقات امروز سر باز زدن و تلویزیون بی بی سی اعلام کرد که خب کاری نداره، ما از گزارشگران بین‌المللی که این بازی رو بر رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌کنن استفاده می‌کنه. صبح امروز برنامه ساکر، برنامه فوتبال هستش که نتایج رو مشخص می‌کنه، نتایج رو اعلام می‌کنه. مجریان اون برنامه گفتن در این برنامه حاضر نمی‌شن و دردسری که ایجاد شد، رادیوی 5 بی بی سی، تلویزیونی که بی بی سی به چندین بار کاندکتور خودشون رو تغییر دادن که بتونن جای این برنامه رو پر بکنن. آخرین خبر اینه که برنامه که 10 و 20 دقیقه امشب قرار شروع بشه، بدون مجری، بدون کارشناس، بدون گزارشگر و تنها به مدت 20 دقیقه قرار برگزار بشه، یعنی پخش بشه در تلویزیون. و حالا اینکه فردا برنامه مچ آف دی 2 یا بازی روز شماره 2 چه اتفاقی براش میفته و چه کسی قراره که اون رو اجرا بکنه، آیا دیگر مجری این برنامه میره سر اون برنامه حاضر میشه یا نه، باید بشینیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. مدیر عامل بی بی سی هم دقایق پیش دیدم که مصاحبه ای انجام داده، گفته بر سر این استعفا خواهد داد یا نه، با نامی اکمال داره همین الان مصاحبهش انجام میشه یا تموم شده دقایق پیش، و گفته که استعفا نخواهم داد. باید ببینیم که چه پیش خواهد اومد در طی ساعت آینده بر سر این برنامه. وقتم که میبینم تموم شد دیگه. ممنونم از رضا محدث همکارم اینجا در استودیو با ما و ممنون از شما که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت ما iranintel.com.